امتحانات دی ماه داره شروع میشه و این ماه خیلی فرصت مناسبی هم برای بچه های کنکوری هم برای بچه های دهم و یازدهم که بتونن درسای عقب موندنشون رو جبران بکنن و یه نمره خیلی خوبی کسب بکنن. واسه کنکوری هم از یه نظر خوبه چون میتونن درسای ترم اول دوازدهم رو کامل دوره بکنن و جمع‌بندی خیلی خوبی از این دوران به دست بیارن. توی این قسمت میخوام راجع به این براتون بگم که خودم چجوری برای این ماه برنامه ریزی کردم. شاید سبک برنامه ریزی من برای شما هم جالب باشه و شما هم از اون استفاده بکنید. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. سلام و صد سلام، الناس هستم. به کانال درخت کاج خوش اومدین. قطعا شما که روی این ویدیو کلیک کردی توی برنامه‌ریزی دروسی که توی دی ماه باید بخونی و بودجه بندی بکنی واسه امتحانات به مشکل برخوردی که اومدی سرچ کردی و الان داری این ویدیو رو میبینی. خب خیلی به تبریک میگم و خوشحالم برات که خدا این ویدیو رو سر رات گذاشته. بریم که شروع بکنیم، چندین گام رو با هم پیش بریم. اول خواهش میکنم یه کاغذ قلم بذارین جلوتون و مرحله به مرحله که پیش میریم یادداشت بکنین که بعد از اتمام این ویدیو خودتون مراحل رو انجام بدین و یه چیز خیلی خوبی انتهاش در بیاد. خیلی خوب، ما یه گام صفر رو داریم و اون چی هستش؟ قبل از این که بخوای کلن ورق کاغذ بذاری جلوت و برنامه ریزی شروع بکنی، لطفاً بیا و انرژی رو توی اتاقت به جریان بنداز. یعنی چی؟ یعنی بیا میز تحریرت رو کامل ترتمیز بکن، کتاب خونت و کتابا رو بریز بیرون، هر کدوم رو پاکشون بکن. میدونم خیلی هممون یه کتاب تست یا بیشتر داریم که اصلا تا حالا سراغش نرفتیم و صرفا خریدیمش و توی کتابخونه گذاشتیم. برو همون رو تمیزش بکن، گرد و خاک رو از روش بردار، یه جایی بذار کتابایی که تا حالا نرفتی سراغشون رو بذار جلوی چشمت باشن که بتونی بری سراغشون، هم تلسم شکسته بشی و بری اون کتاب تستا رو حلشون بکنی. و کلا سعی کن با تمیز کردن و گرد و خاک روبیدن از کتابخونه و میز تحریر و کلن اتاقت انرژی رو به جریان بندازی. این اولین کاری هست که من بهتون توصیه میکنم انجامش بدیم تا بریم سراغ گام های بعدی. گام اول، شفاف سازی. یه برگه بذارین جلوتون و بیاین اول سه تا ستون بکشین. توی یه ستون اول اسم درساتون رو بنویسین که امتحان دارین، به ترتیب دروسی که امتحان دارین بنویسین اسماشون رو. ستون دوم مهلت زمانی که دارین رو مشخص کنین. یعنی چی؟ یعنی مثلا بالفرض من خودم امتحان فارسی دارم شنبه این هفته‌ای که میاد و در نتیجه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مهلت دارم که بتونم براش وقت بذارم. یا مثلا برای دینی چهارشنبهش امتحان دارم، بنابراین از شنبه تا سه شنبه رو مهلت دارم که براش بخونم. به این ترتیب روزایی که مهلت دارین رو توی این ستون مشخص بکنین. ستون سوم، منابعتون رو برای هر درس بنویسین. یعنی چی؟ یعنی بیاین قشنگ مشخص بکنین که برای درس ادبیات چه مباحثی رو میخواین مطالعه بکنین، از چه کتاب تستی میخواین تست بزنین، لغت و اینا رو از کدوم کتاب میخواین بخونین. به این ترتیب برای هر درس ریز به ریز مشخص کنین که چه مباحثی رو میخواین مطالعه بکنین. تو گام های بعدی خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. به این ترتیب این سه تا ستون رو پر بکنین. اینجا من یه توصیه بهتون دارم. من خودم توی امتحانات مستمر به این نتیجه رسیدم که روز آخری که دارم و فرداش امتحان دارم، یعنی یک روز قبل امتحانم مثلا شنبه امتحان داشته باشم، روز جمعهش دیگه واقعا به خاطر حالا استرس و اینا نمیپذیره، مغزم نمیتونه مطالب جدیدو بگیره، چون همش اون روز من دوست دارم بیشتر برم اشکالاتم رو رفع بکنم، نمونه سوال حل بکنم. برای همین من به این نتیجه رسیدم آقا روز قبل امتحان دیگه هیچ مطلب جدیدی برای یاد گرفتن نباید بذاری. روز قبل امتحانتون رو مارکدار بکنین که حواستون باشه آقا واسه این روز دیگه نباید برنامه ریزی بکنیم که مطلب جدیدی رو بخوایم یاد بگیریم. مرحله دوم اینه که یه تقویم امتحانی بکشین. منظورم این نیستش که همون بودجه بندی های مدرسه رو بیاین دوباره روی کاغذ بنویسین. نه 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 نه، کامل میاین از
1 دی ماه تا 30 دی ماه یه تقویم ماهانه برای خودتون میکشین. بعد از اینکه تقویم رو کشیدیم میایم چیکار میکنیم؟ میایم روزهای هفته رو مینویسیم با تاریخشون، مثلا 1 دی ماه چهارشنبه، 2 دی ماه پنجشنبه، به همین ترتیب تا آخر میریم. من پیشنهاد میکنم برای هر روز هفتهتون مثل من جا زیاد بذارین، چون حالا بهتون میگم چرا. توی مرحله بعدی من اومدم یه کاری انجام دادم، یک سری از دروس برای من خیلی مهمن، چون که هم خیلی ویدیوی درسی براشون باید ببینم و تلمبار شده رو هم باید ببینمشون، هم اینکه کلن درسای مهمی هن برای من، بیشتر باید روشون وقت بذارم. مثلا اینجا من واسه امتحان ریاضیم 11 دی ماه یعنی شنبه هستش، من از الان در واقع یعنی از 30 آذر که امروز دارم این ویدیو رو میگیرم برنامه ریزی کردم که بتونم هر روز فیلماشو ببینم و بتونم برسونم خودم به اون بودجه بندی که تو ذهنم برای خودم. اون درسایی که برای شما هم خیلی مهم هستش، براتون به قول معروف یه ذره نقطه ضعفتونه، بعد یکم روش وقت بذاری نقطه قوتتون میشه رو اونا رو انتخاب بکنید. بریم مثلا مثال بزنم روی درس ریاضی. درس ریاضی که من 11 دی یعنی شنبهش امتحان دارم، اومدم یه دایره قرمز دور کشیدم، یه ستاره قرمز زدم. حالا میام به روزهای قبل تقویمم نگاه میکنم، میبینم درسای مهمی ندارم، مثل دینی، مثل ادبیات، اینا رو من هر کدوم در روز مثلا 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارم حله، میتونم خودم برسونم به اون بودجه بندی امتحانم. و میام پس چیکار میکنم؟ میام روزایی که میدونم که خلوتم، حس و حالم بیشتره، ستاره قرمز که به معنی درس ریاضی هست و کنارش میزنم. این به من کمک میکنه که بعد از اینکه این ستاره ها رو زدم و روزایی که میخوام ریاضی بخونم و مشخص کردم، حالا میرم سراغ اون بودجه بندی هایی که تعیین کردیم تو گام اول، گفتم بنویسین واسه هر درس چه منابعی رو میخواین بخونین. میرم اون قسمت، میرم ببینم چند تا درس رو باید مرور کنم، چند تا فیلم رو باید ببینم و اونا رو میام توی روزایی که ستاره زدم بغلش وارد میکنم که این ناز، حالا درسته مثلا تو امتحان دینی داری ولی خب اونو 2 ساعت میخونی تموم میشه میره، بقیه روز چیکار بکن؟ بیا بشین فیلم ریاضی تو ببین که شنبهش امتحان ریاضی داری بتونی خودتو بهش برسونی. حالا روی فیلمایی که دارم انجام میدم شما بهتر میتونین متوجه بشین که منظور من چی هست و این گام رو انجام بدین. یه نکته دیگه هم که مهمه توی این تقویم امتحانی مشخص بکنین، خود درسایی هستش که امتحان دارین. من اومدم با هایلایت زرد مشخص کردم که آقا امروز حواست باشه هر درسی میخوای بذاری بدون که امروز صبحش تو 1-2 ساعت سر جلسه امتحانی، حواست مثلا به اونم باشه. و به همین ترتیب دیگه اون منابعی که مشخص کردیم برای هر درس رو میایم توی روزهای قبل امتحان پخششون میکنیم و دیگه بر حسب سلیقه خودمون میبینیم که برای هر درس چقدر نیازه که خودمون زمان بذاریم و میایم مشخص میکنیم و دیگه شما یک برنامه شخصی سازی شده خوب برای خودتون خواهید داشت. میدونم شاید براتون عجیب باشه، من اومدم یه مسئله به این مهمی رو فقط توی 10-12 دقیقه تمومش کردم، یا زودتر حالا ویدیو رو ادیت بزنم فکر کنم حجمش بیاد، زمانش بیاد پایین تر، ولی واقعا همین بود، همین دوتا گامو داشت. شما همین که ذهنتون رو شفاف بکنین که چه مباحثی رو میخواین بخونین واسه هر درس، دیگه کارتون راه افتاده و کلن دی ماه میتونه فرجه خیلی مناسب باشه که بتونین نیم ترم اولتون رو جمع‌بندی بکنین، حالا میخواین پایه 10 باشین، 11 باشین، یا مثل خودم 12 باشین. امیدوارم که این ویدیو براتون مناسب بوده باشه و بهره کافی رو برده باشین. اگر که شما روش برنامه‌ریزی بهتری دارین یا توصیه‌ای دارین که میتونین به من و به بقیه بچه‌ای که این ویدیو رو می‌بینن بکنین، حتما برام کامنت بذارین و دیگه همین، روز روزگار بخیر، مرادتون باشه و خدا نگهدار.